و ما خبر آخر روز دوشنبه سی و یکم جویه 2023 نهم مرداد 1402 عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق با احمد وحیدی همتای ایرانی خود در گذرگاه مرزی منظریه خانقین در استان دیاله دیدار کردند در بیانیه وزارت کشور عراق که به خبرگزاری اخبار رسیده آمده است الشمری و وحیدی در گذرگاه مرزی منظریه خالقین در استان دیاله نشستی برای بحث در مورد تأمین امنیت مرزهای عراق و ایران و تمهیدات لازم برای باز کردن این گذرگاه به روی زائران ایرانی برای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برگزار کردند. در این بیانیه آمده است در این دیدار سفیر ایران در بغداد استاندار کرمانشاه فرمانده نیروهای مرزبانی و تعدادی از مقامات امنیتی حضور داشتند. وزیر کشور ایران پیش از این از شناسایی هفت گذرگاه مرزی با کشور عراق برای پذیرایی از زائران زیارت اربعین در سال جاری خبر داده بود. وی همچنین اعلام کرد توافقی میان بغداد و تهران برای صدور گذرنامه های ویژه اربعین صورت گرفته است. زیارت اربعین سال جاری مصادف با بیستم سفر سال 1445 هجری قمری و برابر با چهاردهم 14 شهریور 1402 هجری شمسی و مطابق با 5نجم سپتامبر 2023 میلادی با حضور میلیون ها زائر از عراق و عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام از سراسر سر دنیا برگزار خواهد شد لازم به ذکر است که آیت الله شیرازی چند شب پیش در اجتماع اعزاداران حسینی به مناسبت شام غریبان به دولت عراق و تمامی های اسلامی توصیه کردند که گذرنامه ویزا و تمامی هزینه های مربوط به زیارت امام حسین علیه السلام به ویژه در ایام اربعین باید مجانی شود ایشان همچنین به حکومتها تجار بزرگ برای ساخت هتل، حمل و نقل و ارائه سایر خدمات به زائران اربعین و حتی تلاش برای رایگان شدن آنها توصیه و فرمودند شایسته نیست زائر ابا عبدالله حسین علیه السلام در شرایط نامناسب در گرما و سرما و بدون جا و مکان و امکانات بماند و اگر چنین شود این عیب متوجه مسلمانان و دولت‌های اسلامی است